برای کار روی ویروس ها به آزمایشگاه های بسیار ویژه با شیشه های نفوذ ناپذیر نیاز است. فشار هوای داخل اتاق ها همیشه کمتر از بیرون است تا هیچ چیز از آن خارج نشود. ما نمی توانستیم همین طوری داخل شویم. به همین دلیل بخشی از فیلمبرداری را متخصصان برایمان انجام دادند. آنها سعی دارند از طریق پرورش ویروس و حمله عمدی به سلولهای انسانی به سوالهای کلیدی مانند نحوه کارکرد ویروس و داروهای اثر بخش بر آن پاسخ دهند. من نمیتونم برم اون تو. سلام سارا، صدای منو میشنوی؟ بله، صدا تو میشنوم. کار کردن بر ویروس سارس کووید در چنین لابراتواری با این همه تجهیزات ایمنی چه احساسی داره؟ اولش میتونه کمی ترسناک باشه، اما میشه گفت بعد از دوره کامل آموزشی کاملا احساس امنیت میکنی. پیش اومده گاهی به ظرف آزمایشگاه نگاه کنی و فکر کنی این همون ویروسیه که کار جهان رو متوقف کرده؟ تا حالا شده نفست رو از تعجب بند بیاره؟ راستش پیش میاد، احساس میکنی یک مسئولیت خیلی بزرگ روی دوشته و هر کاری که اینجا انجام میدیم برای سلامت جهانی اهمیت خطیری داره. در جریان کارشان چون این تصاویر خیره کننده ای تولید می شود. این همه هیاهو بر سر این است. آن لکه کوچک تصویر نزدیک ویروس سارس کوو دو است. حدود 10 میلیون تا از این ویروس ها به اندازه یک نقطه روی صفحه روزنامه است و کارش این است. این انبوهی است از سلول های عفونی و آن قرمز ها ویروس است. و اینجا ویروس که با رنگ سبز نشان داده شده بر سلول های آبی و سالم غلبه می کند. این 8 ساعت بعد است و این 1 روز بعد. و حالا بعد از 2 روز را ببینید. خب ما اینجا به جواب هایی می رسیم که از هیچ روش دیگه نمیشه بهشون رسید. اینجا در این مرکز ویروس کرونا رو پرورش میدیم و داروهای مختلف رو امتحان میکنیم تا ببینیم چطور میتونیم جلوی ویروس رو بگیریم. راه دیگه ای نداریم واقعا. تجویز دارو برای بیماران بدون آزمایش های اینچنینی خیلی خطرناک و غیر اخلاقیه. به همین دلیل فکر میکنم داشتن چنین مرکزی فرایند ساخت داروهای جدید و مهار ویروس کرونا رو تسریع میکنه. در آینده در چنین مراکزی بر روی HIV و سالمونلا تحقیق خواهد شد. فعلا اما این دشمن کوچک اولویت دارد.